فردا 15 اکتبر در تقویم بین‌المللی روز جهانی عصای سفیده. کسانی که روشن دل هستن فقط تنها مشکلی که دارن اینی که میخوان مشکلاتشون کمتر بشه. منظورمون روشن دلا هستن. شما چی فکر میکنین در این زمینه؟ چه مشکلاتی دارن؟ آیا باهاشون برخورد کردین؟ از طریق راه‌های ارتباطی تلفن، فیسبوک، اسکایپ، توییتر و پیامگیر برنامه 202-382-7205 در ساعت پیش رو بیاین روی خط و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بذارین. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا به مناسبت روز جهانی عصای سفید. آنچه که کمک به روشندلان، حمایت و حل مشکلات و معضلات اونها نامیده شده و از قرن 20 هر سال در 15 اکتبر یعنی فردا برگزار میشه و دولت‌ها تلاش میکنن تا توجه افکار عمومی رو به این معضل جلب بکنن، به مشکلی که برخی از شهروندان در این کره خاکی دارن، مشکلی که باید حل بشه. کسانی که تواناییشون مثل ما نیست، نه اینکه ناتوان باشن، تواناییشون مثل ما نیست، از توانایی‌های دیگری برخوردارن که شاید آدم‌های عادی برخوردار نیستن، اما مشکلات اونها به ویژه در دنیای کنونی در زندگی شهرنشینی مشکلاتیه که باید درک بشه. باید مدیران سیاسی، مدیران شهری، مدیران فرهنگی حتما به این شرایط رسیدگی بکنن. ما پیش از این هم در این مورد برنامه داشتیم، بوده معضلاتی که اومدن نام بردن. این که شهر برای چنین افرادی، شهر کلان، شهرهای ایران برای چنین افرادی طراحی نشده، این که مردم عادی بیش از اون که توجه کنن ترحم میکنن. نمیدونیم چه بخش از اون مشکلات حل شده یا نه. شما چه تجربه‌ای در این مورد دارین؟ در ساعت پیش رو بیاین روی خط از طریق راه‌های ارتباطی به ویژه پیامگیر برنامه که میتونه پیام شما رو بگیره و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بگذارین. اول اجازه بدین گزارش رو که همکارم سامان پژوهان آماده کرده با هم ببینیم، بعد برمیگردیم به دیدگاه‌های شما. نام خداوند بخشنده مهربان. 15 اکتبر روز جهانی عصای سفید، روزی برای جلب حمایت از کسانی است که تنها نیاز دارند که دیده شوند و به چشم آیند، برای حمایت و برای برخورداری از یک زندگی عادی. آنها می توانند تحصیل کنند و حتی آموزگاری موفق باشند، مشروط بر آنکه مشکلاتشان حل شود. تو الگوهای برتر شرکت کردم، الگوهای تدریس برتر، که اونجا هم دو بار سوم شدم تو الگوهای تدریس. بعد دوباره سال بعدش شرکت کردم معلم نمونه استانی که به عنوان معلم نمونه استان شناخته شدم. روشندلان شهروندانی هستند که دولت‌ها باید برای سبکباری زندگیشان برنامه ریزی کنند. بر اساس برخی آمار در ایران بیش از 110,000 روشندل وجود دارد، اما تعداد کمبینایان بیش از این است. به همین دلیل باید شهرها را به گونه ای طراحی کرد تا آنان به راحتی تردد کنند. باید مدیران چشم آنان باشند و مشکلات را از سر راهشان بردارند. روز جهانی عصای سفید تنها یک روز از سالی است که آنان سالهاست که پشت سر می گذارند و روزهایی که باید در کنارشان بود و هم پای آنان راه رفت. سامان پژوهان، صدای آمریکا. مکابیز از کرج با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. مکابیز بفرمایید. سلام آقای سفیلی، من لاتش مهمترین چیزی که به نظرم همه اونهایی که به نوعی مشکل دارن که خودم هم جزشون هستم توی گفتار درمانی مشکل دارم، اینه که مردم اونها رو به یه چشم دیگه نگاه نکنن. یعنی شاید
مثلا کمبود امکانات یا هر مسئله دیگه ای رو بشه تحمل کرد از سلگ و دلون. ولی بحث این که بعضی ها فکر میکنن باید با نگاه تلحم آمیز به ماها نگاه کنن یا به اون، چون ما توی مجتمعی که تحت درمان هستیم اونجا از اینا همسن و سالهای خودم هم هست، بلندرم یه مقدار این نگاه مردم مکاریز شده که با هم هم صحبت بشین بگن مشکلاتشون چیه، نمیدونم مثلا اینکه چه نیازهایی دارن، آیا این نیازها برطرف میشه یا برطرف نمیشه، مثل برخورداری از کتابخونه ها، نمیدونم اینکه آیا پیاده روها، خیابون ها یا وسایل نقلیه شهری برای اونها آماده است. آقای سفیلی تو چند سال اخیر خیلی وضعیت بهتر شده، یعنی از لحاظ وسایل نقلیه یا امکان اینکه بتونن آموزش ببینن از طریق حالا مدارس خاصی که دارن یا مجتمعهایی که ایجاد شده، ولی باز هم کمبود هست چون تعداد زیاده. ولی اگر بخوایم مقایسه کنیم به نظر، مثلا من یادم میاد که چند سال قبل برای اینکه سوار اتوبوس بشن مشکل بود، ولی الان خیلی بهتر شده، خود مردم هم کمک میکنن. توی شهر کلج مثلا اصلا یه مخصوص ایستگاهایی هست که اینها میتونن سوار بشن، ولی باز هم کمبود هست. ولی خب امیدواریم که بهتر بشه دیگه، فقط همین کال دیگه ای فعلا نمیشه کرد. ممنونم که اومدی روی خط. ممنونم. آقای حلیلی از اصفهان روی خطین. فیری بفرمی. وقتتون بخیر. بفرمی. جناب آقای سفیری، آنچه که در کشور ایران واقعا بهش احترام گذاشته نمیشه همین حقوق محلولینه. توجهی به عصای سفید نمیشه. من بارها میبینم وقتی از تو خیابونی از اصفهان رد میشم یک معلول ساعتها سر خیابونی کسی سوارش نمیکنه. نه واقعا شهر از نظر ایمنسازی ایمنه، نه وسیله نقلیه مخصوصی دارن، نه بانک مخصوصی دارن، نه امکانات مخصوصی. چند وقت پیش من خودم رفتم اداره بهزیستی شهرستان خمینی شهر در رابطه با حقوق معلولین صحبت کردم، میگفت حتی نابینایان باید برن کار کنن. من یه عموی خودم دارم میره در اصفهان از صبح تا غروب گدایی میکنه، دستشو به این اون دراز میکنه، بهزیستی کمکش نمیکنه. فداشم. در اصفهان ما در کشورمون قانون کم ننوشتن برای معلولین، اما اجرا کننده قانون نداریم و کسی توجه به قانون معلولین نمیکنه. خدمات عمومیشون هم که بسیار ضعیف، نه اتوبوس درست حسابی دارن معلولین، نه واقعا احترام خاصی در جامعه جمهوری اسلامی. ما فقط داریم شعار میدیم، شعار حقوق بشر را میدیم، شعار احترام به انسانها را میدیم. من چند وقت پیش بود یکی از بستگان من از انگلیس یه سیدی از یک نابینایی برای بنده آورده بود، اونجا دولت انگلیس 26 هزار دلار داده بود، یه سگ خریده بود برای نابینا. فروشگاه مخصوص دارن، امکانات مخصوص دارن، هر دو هفته‌ای در همون انگلیس مأمور بهزیستیشون، حالا به قول معروف ما میگیم بهزیستی، میرد به معلول سر میزد، مشکلاتش رو بررسی میکرد. اما در ایران ما آنچه که واقعا ارزش نداره حقوق انسانیه. آقای حلیلی ممنونم که اومدین روی خط، امیدوارم که قربان دستتون، تشکر از لطفتون که وقت رو به ما دادید جناب آقای سفیری. ممنونم اومدین روی خط. محمد از کرج روی خطین، بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما، بفرمایید. روزتون بخیر.
ببینید جناب سفیری، در جامعه ای که ما داریم زندگی میکنیم متاسفانه هیچ حق حقوقی برای معلولین و نابینایان که من در اکثر نقاط کشور و شهرها و کلان شهر تهران مخصوصا میبینم، نه ایستگاه درست حسابی، نه اتوبوس درست حسابی، نه سازمان درست حسابی، از این بنده خداها هیچ حمایتی نمیشه و ما هیچ جایی هم ندیدیم که قانون براشون همه چی رو پیش بینی کرده، ولی هیچ وقت مجری قانون برای این بندگان خدا هیچ وقت قانون را اعمال نمی‌کنن، چون قانون شاید خیلی چیزها رو برای اینا در نظر گرفته و گنجانده شده در قانون، ولی متاسفانه مجریان قانون هیچ جا و هیچ سازمانی، هیچ شهرداری، مثلا من مخصوصا یه سری کارهای وسایل نقلیه و ایستگاه‌های چه مترو چه ایستگاه‌های اتوبوس در داخل شهرها و خیابان‌ها، ما هیچ جا رو ندیدیم که مختص به این چیزها اختصاص داده باشن و لااقل ایستگاه‌هاشون مشخص باشه که این بندگان خدا وقتی میخوان از خیابون رد بشن که بتونن از اون علایم حتی راهنمای رانندگی خیلی ضعیف در سطح شهر ما می‌بینیم. متاسفانه ارتباط محمد با ما قطع شد. بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین، به مناسبت روز جهانی عصای سفید همراه ما باشید. اربیل مرکز کردستان عراق، ساعت 7 صبح. تا این لحظه دو نیروی پیشمرد کشته شده. یه تونل اونجا کردن، چند تا داعش. اما اجازه بدین سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. معمولا نظرها متفاوته، گلایه کردن همونجوری که در تلفن‌ها هم دیدین، گلایه کردن از کمبود امکانات و اینکه دولت در این زمینه هزینه کمی رو اختصاص میده، بودجه کمی رو اختصاص میده، عذرخواهی میکنم، و بخش اعظم مشکلات رو خانواده‌ها باید بر دوش بکشن. این بحث کلی در شبکه‌های اجتماعی. در فیسبوک مینو برامون نوشته خیر، امکانات به هیچ وجه در حد استاندارد نیست برای این عده شهروندان روشندل، که البته برای کل ملت ایران همه چیز مشکل ساز است، چه برسد که به افرادی که نیاز بیشتری دارند. برای مثال پل‌های عابر پیاده که به ندرت پله برقی دارند و بیشتر آنها باید با پلکان عادی استفاده کنند. امجور اهورا نوشته کدوم دولت، کدوم امکانات، پول‌ها جاهای دیگه‌ای خرج میشه. و مسعود هم برامون نوشته با بهترین آرزوها برای روشندلان، کاش میتونستم چشمان اونها رو باز، چشمان مسئولین رو باز کنیم تا در کنار کودکان کار و در کنار ثروت‌های بادآورده اونها رو هم ببینن، یعنی روشندلان رو هم ببینن. نکته‌ای که بسیار مهمه اینکه دیده بشه. خانم ترکمان از نیویورک روی خطین، خانم بفرمایید. سلام آقای سفیری. سلام بر شما. ممنونم. مرسی از این برنامه خیلی خوبتون. آقای سفیری، همه مردم ایران بد نیستن، مردم ایران اصلا ذاتن خوب هستن. روزگار شاید بعضیا رو بد کرده، شرایط و با مردم معلولین خیلی خوب رفتار میکنن بعضیا، اما متاسفانه مدیریت خوب نمیشه، بهزیستی بعضی هاشون خوب نمیرسه،
من خودم تو بتسیسی الان اسمش یادم رفت، تو جاده کرج که رفته بودم خودم دیدم یک پرستاری یه دونه از این بچه های معلول رو میکشید رو زمین. بعضی هاشون واقعا فرشتن اما بعضی هاشون واقعا ظالمه و خدا الهی که به ما کمک کنه. یک دنیا ممنون از برنامه. ممنونم خانم. سهراب از ایران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام بر شما. به نظرم موزل نابینایی به خودی خود واقعا درد بزرگی هستش و باید همه دست به دست هم بدن تا رنج این عزیزان کمتر بشه. میشه کتاب‌های بیشتری باید به خط بریل نوشته بشه. بله. تمام کتابخونه‌ها باید این کتاب‌ها رو داشته باشن. میشه شماره‌هایی برای کمک به روشندلان اعلام بشه. شناسایی بعضی مشاغل که روشندلان میتونن انجام بدن مثل وکالت، کارهای آماری، ماساژ درمانی، اینها باید روش کار بشه چه مشاغلی میتونن انجام بدن و آموزش رو بذارن براشون. همچنین مردم هم باید همه واقعا کمک کنن، اگر کنار خیابان میتونن کاری انجام بدن، کسی رو از خیابانی رد کنن یا هر جای دیگه که از دستشون برمیاد، این را عزیزان را جزء عضو خانواده خودشون ببونن تا کمی از رنج اینها کاسته بشه. ممنون اومدین روی خط. جعفر از چهار محال روی خط هستیم، بفرمایید. جناب آقای سفیری با عرض سلام. سلام بر شما. بنده ابتدا روز عصای سفید را به قشر روشندل مظلوم و به حاشرانده شده تبریک عرض میکنم. ما بچه بودیم، نیاکان ما اصطلاحاتی به کار میبردن که من واژه ها را عوض میکنم، میگفتن نابینای عصاکش نابینای دیگر. ما میگفتیم یعنی چه؟ امروز در نظام جمهوری اسلامی بنده به عمق این ضرب المثل پی بردم. به جامعه باید گریز که کوردلانش عساکش روشن زمیرانش گردیده اند. ای بسا روشندلی که یک ملت را به سرمنزل مقصود میرساند و ای بسا کوردلانی همچون سران فراقانونی و سران سیاسی که یک جامعه به افراد بینا را به چاه فلاکت و بدبختی میافکنند. دو قشر در عدم تحقق حقوق اجتماعی روشندلان مقصرند و کوتاهی کردند. یک، سران سیاسی نظام که روشندلان را مصداق سربار عوامل دست و پاگیر می‌بینند و دوم، متاسفانه فرهنگ غلط حاکم بر افکار اجتماعی شهروندان که از باب دلسوزی و ترحم به روشن ضمیران نگاه می‌کنند و با این بینششون شریک جرم مسئولان نظامند. سپاسگزارم. ممنونم که اومدین روی خط. کیوان از ایران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. الو، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. ممنونم. عرض به خدمتتون، در مورد نابینایان من باید اینو عرض کنم که کشوری که به بینایان نمیرسه واقعا وای به حال نابینایان. اما این در مورد یه نابینایی به اصطلاح میتونم صحبت کنم که بنده خدا میتونم خواهش کنم از کلمه روشندل استفاده بکنید. بله بله، چشم. روشندلی رو سراغ دارم که داشتم، البته چون دستان از قید حیات الان دیگه خارج هستن. ایشون بنده خدا یک بار ازدواج کرد و متاسفانه بهش یه نابینا دادن و اولین بچهش به دنیا اومد نابینا بود که خیلی سبب ناراحتی این شخص شد. دومین بچهش هم نابینا بود و سومین بار که دید بچهش نابینا هست، بنده خدا خودش از قید حیات راحت کرد، گفت که من چرا باید تو این دنیا باشم، منی که واقعا نمیتونم بچه بینا به دنیا بیارم. خودم که سرباز، البته از دید بنده خدا خودش عرض میکنم، نه از دید واقعا ما، خودش فکر میکرد که سربار هست و نابینایان ما این دید رو دارن. متاسفانه در این کشور خوب بهشون نمیرسن، کما اینکه به نابینایان، ببخشید، به بینایان هم نمیرسن. اما واقعا جای خیلی تاسفه که بعضی کوردلان به قول دوست قبلیمون
میان میگن که چرا شما به کار کشور ما کار دارید. کیوان ممنونم اومدین روی خط. ببینید من از همه بینندگان روی خط که اگر از همین لحظه هم دارم برنامه رو دنبال میکنم خواهش میکنم که بیایم از منظر اجتماعی ماجرا رو ببینیم، از منظر کسانی که مثل ما هستن اما تواناییشون با ما تفاوت داره، در نقاط دیگری توانایی هایی دارن که شاید ما نداریم. اونا چه مشکلاتی دارن؟ اونا با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکنن. اگر مخاطب این برنامه هستن تلفن بزنن به ما، بیان روی خط از طریق تلفن و یا اسکایپ و نظرشون رو با ما در میون بذارن، بگن چه مشکلاتی دارن. و به نظرم فکر میکنم اگر که موافق باشین از این منظر برنامه رو دنبال بکنیم، در چارچوب برنامه بمونیم، شاید بتونیم یک قدم در حد یک ساعت به این وضعیت فکر بکنیم و کاری از دست اون بر بیاد و شاید این پیام ها به گوش مسئولینی که باید کاری بکنن برسه. ممنونم که میایین روی خط. آقای رحیمی از ترکیه با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. آقای رحیمی از ترکیه با اسکایپ. بفرمایید. سلام جناب سفیری. سلام بر شما. ممنون. خوبی داشته باشید. فکر کنید تو یک شهر تمام مردم اون شهر همه خونه دارن، امکانات دارن، وسیله دارن و راحتن، یک نفر نداره یا یه سفره پنج شده، همه رقم غذا هست، همه دارن میخورن، یک نفر نمیتونه بخوره. وظیفه مردم او شهره که به او فرد کمک کنن. مردم ایران 50% از نقطه نظر روانی باید به این افراد کمک بکنن، 50% هم دولت. امری دیگه باشه ما در خدمت. ممنونم آقای رحیمی. اگر اشتباه نکنم خانم منصوره از تهران روی خط هستیم، بفرمایید خانم. من برادرم در سن 50 سالگی بینایش رو حدود 5-6 سال پیش از دست داد متاسفانه. و طی این مدت خوب خوشبختانه 28 سال سابقه بیمه داشتیشون. من با وجود تمام مشکلاتی که داشتن ما این 28 سال بیمه رو سعی کردیم که براش بازنشستگی بگیریم. 2 سال هم ایشون سابقه خدمت در جبهه رو داشت سربازی ایشون. از ما 1,000,000 تومان بیمه گرفتن برای اینکه ایشونو مثلا سابقه کارش به 30 سال برسه و با 30 سال با حداقل حقوق الان ایشونو بازنشست کردن، داره حداقل حقوق رو از تامین اشتباهی میگیره. چند وقت پیش من پارسال مراجعه کردم که برای خط بریل و یه سری آموزش ما رو معرفی کردم به مرکز خزانه، گفتن تنها جا در تهران اونجاست مرکز خزانه. بردن این کسی که نابیناست واقعا یه عذاب علیمی بود برای ما. من ایشون رو بردم، گفتن خانم سرویس داریم. سرویسشون مشخص شد که مثلا 7 صبح از 6 تا خیابون اونورتر منزل ایشون میاد، بعد دوباره برگشتن هم همینطور همونجا پیاده میکنه. اونجا که رفتیم خود دیدم این خیلی مشکله، کسی نمیتونه ایشون رو 6 تا خیابون اون موقع صبح ببره، دوباره ظهر ساعت 2 بعد از ظهر بره بیاره. ولی اونجا با بچه ها و جوان های مواجه شدم که اونا بیناییشون رو به تازگی از دست داده بودن. واقعا غم برادرم رو فراموش کردم، بهش هم گفتم، گفتم برو خدا رو شکر کن تو یه بیمه حداقل داری میگیری، این جوان الان نه براش کاری هست نه امکاناتی هست، هیچی نیست. اصلا واقعا متاسف شدم. از جامعه جهانی تقاضا میکنم، از ایران هم همینطور، یه کمپینی به وجود بیارم برای کمک، برای امکان ادامه مثلا کار برای این جوانا، بتونن به طور آبرومند زندگی کنن. ممنون میشم که اینو یه کمپینی در ایران در دنیا به وجود بیاد. واقعا این جوانا احتیاج دارن به کار، به آینده بهتر. الان که برای جوانای ما متاسفانه برای جوانای واقعا سالمش هم کار نیست. من تقاضام اینه که مردم خودشون این کمپین رو به وجود بیارن، به اینا کمک کنن. ممنون میشم ازتون. ممنون که اومدین روی خط. به پایان بخش اول برنامه روی خط رسیدیم، تا آغاز برنامه نیمه دوم همراه ما باشید.
فرارو، برنامه‌ای درباره تکنولوژی، اقتصاد و مدیریت. دوشنبه تا پنجشنبه 20:30 به وقت ایران، 12 ظهر به وقت واشنگتن. هر سال در چنین مناسبت‌هایی آخرین دستاوردهای علمی در زمینه مراقبت بهداشت و یا دستاوردهایی که کمک می‌کنه که روشندلان زندگی بهتری داشته باشند در واقع منتشر میشه. گزارشی همکارم شیده رضایی آماده کرده که امروز در بخش خبر هم پخش شد، خودشون هم در این مورد توضیح دادن. چطور بدین این گزارش رو با هم ببینیم بعد برمیگردیم به ادامه مباحث باشیم. Yeah. استفانی گیگر اهل ویسکانسین آمریکاست. پزشک معالجش 6 سال پیش زمانی که او 24 ساله بود تشخیص داد که استفانی به یک بیماری نادر یا دیستروفی سلول‌های مخروطی قرمز ته چشم مبتلاست. این بیماری منجر به اختلال شدید بینایی و ناتوانی در تشخیص رنگ، عمق و سایر جزئیات پدیده‌های اطراف می‌شود. شدت این اختلال در حدی است که استفانی قانوناً نابینا شناخته می شود. اما حالا می گوید ای سایت به او کمک کرده تا چیزی را که به خواب هم تصور نمی کرد در بیداری ببیند. من قادر شدم به خوبی و با قدرت نسبی 20/30 اطرافم رو ببینم و حتی کتاب بخونم. باورم نمی شد. نه فقط خودم، حتی شوهرم هم به گریه افتاد. قیمت ای سایت 15,000 دلار آمریکا و گرانتر از آن است که به راحتی بتوان خرید. اما کارخانه سازنده آن با همکاری و مشارکت گروهی از بنیادهای نیکوکاری جهان و به منظور دستیابی به هدف جهانی حذف نابینایی‌های قابل پیشگیری تا سال 2020 قرار است از طریق تولید انبوه هزینه ساخت آن را پایین بیاورد. Every morning we wake up and see the world as we know it. روز جهانی بینایی یک رویداد سالیان است که در دومین پنجشنبه اکتبر هر سال با هدف پیشگیری و توجه به مشکلات نابینایان در سطح جهان برگزار می شود. بزرگداشت این روز اقدام مشترکی است از طرف آژانس بین المللی پیشگیری از نابینایی، سازمان جهانی بهداشت و برخی سازمان‌های غیر دولتی و امدادرسان بین المللی. هدف آنها حذف نابینایی‌های قابل پیشگیری تا سال 2020 می باشد. بله، اینم گزارش همکارم شیده بود و آخرین دستاوردها در زمینه کمک به کسانی که دچار این عارضه میشن. بهروز از کرج روی خط هستیم، بفرمایید. با سلام و عرض خسته نباشید خدمت جناب آقای سفیری عزیز و جناب صفی معزز. میخوام یه سلام و تقدیر تشکر ویژه هم دارم برای مدیریت محترمتون و همه عوامل و دستاندرکاران محترم برنامه روی خط. ممنونم. و همه هموطنان فهیم و آگاه برنامه خوب شما. ممنونم. که نه الکی وقت بگیرن. دست شما درد نکنید، دست مریضات به همه تون میگم، تو غربت زحمت میکشید، فکر ما هستید. من واقعا تقدیر تشکر یه سلامی هم میکنیم خدمت سرکار خانم ایرانی رو امشب قیبت کردن. جناب سفیری ببخشید، قربونت برم. ببینید با توجه به سطح پیاده روها خیابونهای تهران اکسیدنت تو 12 ماه سال به هر دلایلی حبخاری میشه. یعنی من نوعی که من جسارت نمی کنم به معلولین و خدای نکرده به روشندلان، من آدم سالم با مشکل رد میشم. وای به حال اینا، خودتون مد نظر داشته باشید. بینندگان توجه به آقای چون اولی نفر زنگ زد و تماس گرفته بود، آقای کامبیز و آقا مشکل شده بلا حل شده فلان شده به اینا میرسن. آقا کجا میرسن؟ من که تو کارم همش بیشتر با کسایی هستش که من از سر اینا همشون به خدا باور کنید. جناب سفیری آدم سالمش داره ببخشه معذرت میخوام ناله میکنه، چه برسه که من مسئولین محترم. جناب سفیری من از شما ازشون تقاضا میکنم، مسئولان شهرداری محترم تهران، هر 22 منطقه است، 22 منطقه داره تهران پای ما، هر منطقهش کمی کم 200-300 تا حداقلش میگم 100 تا برای اینکه به اینا ارزش قائل بشن، ارزش بدن به اینا، اینا هم روحیه پیدا کنن، از ما جدا نشن. اینا رو خداوند آفریده، برای ما رو خدا نفریده. با همه ایراد دارن، همه مشکل دارن، ولی اینا استثناء هن. بیان دست اینا رو بگیرن، یه کتابخونه کوچیک در منطقه بزنه، یه درمانگاه کوچیک بزنه، ازش در جای صرفی اومدن پیاده روها رو سنگ فرش کردن. من باور بفرمایید، مادر من نمیتونه، من خودم هم نمیتونم راه برم. یه معبری رو تعریف نکردن، میلیاردها خرج میکنن، یه معبری بالی باز کردن برای معلولین رو از بزرگتون که روشندلان که صاف باشه اونجا راه برن قشنگ، یه معبد کوچیک
ببخشید دارم این آقای چون گفتش که بروز ممنونم اومدی روی خط، فرصتمون کمه، با شما خداحافظی میکنم. ممنون. علی از ترکیه با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. با درود به شما. درود بر شما جناب سفیری. من میخوام اینو بگم که وظایف دولت داره، وظایف ملت داره، دولت که کار کسی داره، نمیخوام بس دولت پیش بشه. اما من دوست ترکی دارم که هر وقت من اینجا میبینه زود میگه من ایران میگم، میگه بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چوزی به درد آورد روزگار دیگر روزگاران هم از خرم. این دوست ترک ما که فارسی هم چند کلمه بلده اینو به من افتخار ایران میگه. من میخوام اینو بدونم جناب سفیری، وظایف دولت بذاریم کنار، اما وظایف ملت، این روشن دل درسته چشمش نمیبینه ولی با دل میبینه. جناب سفیری من یه خاطره در اینجا بهتون بگم، آنچه بگندد نمکش میزند، وای بر اون روزی که بگندد نمک. دو تا روشن دل در اینجا داریم ما که یکیش در اثر جنگ، خانومی در اثر جنگ روشن دل شده و یه آقای دیگه هم روشن دل. و جالب اینا پناجو هم. اما حقوق بشر یه طرف قضیه، حقوق ملت ایران یه طرف قضیه. ببینید اینا اگر بخوان احساس ترحم کنن خیلی بده، بیشتر اون درد نابیناییه. بعضی از دوستان به اینا احساس ترحم میکنن، یعنی احساس میکنن که دارن مورد ترحم قرار میگیرن. اینا نباید مورد ترحم قرار بگیرن، اینا با دل میبینن. این ماییم که کوریم، اینا زیبایی ها رو با دل میبینن. جناب سفیری این دردم داده که وقتی میخواستم برن آنکارا یه دوتا از ما پا نشدیم باشون بریم. این رو بشویم بنی آدم از های یک دیگرن. این خیلی بده، هیچ کمکی به اینا نمیشه. علی ممنونم که اومدی روی خط. محمد هم از دماوند روی خط هستیم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما. خسته نباشید آقای سفیری. ممنون، بفرمایید. من یک نابینا هستم. من یه چند دقیقه فرصت می‌خواستم یه صحبتی بکنم. من یک نابینا هستم، تحت پوشش بهزیستی دماوند هستم. من سال 79 ازدواج کردم. بعد الان پدر دو تا فرزند هستم. تحت پوشش بهزیستی هم ماهیانه 82 هزار تومان بهزیستی من مستمری میده. 182 هزار تومان هم یارانه میگیرم که جمعش میشه 264 هزار تومان با 4 نفر عائله. یه مادر ناشنوا هم دارم تحت پوشش کمیته امداده. بعد بهزیستی قبل از ازدواجم خیلی قولا به من داده بود، خیلی قولا داده بود، مثلا خونه، مثلا لوازم اولیه زندگی، زمین، همه چی من قولش داده بودن. بعد از ازدواج یکی یکی همه رو حذف کردن، هیچ کارم مطمئن نکردن. تا دو سال پیش من یه خونه داشتم، خونه پدری دارم، ارسی رسیده بود، یه واحدشو خودم میشستم، یه واحدشو مادرم میشست، یه واحدشم اجاره داده بودم، ماهیانه یه چیزی میگرفتیم که به خاطر بعد از عملی اون بدهی من این خونه رو زیر قیمت گرفتم فروختم. الان وارد توی خونه 40 متری دارم زندگی میکنم. من کلا میگم با 264 هزار تومان محکوم به زندگی، با 264 هزار تومان هستم و هر دری هم زدم گفتم بابا من ماهی 80 هزار تومان مستمری بهزیستی رو نمیخوام، یه شغل به من بدین، یه تلفنچی، یک دکه، رفتم شهرداری رو دیدم الان چند وقت دنبال یه دکه هم که لااقل یه دکه به من بدین. هی هم صحبت میکنن، یه واسه جا گیر میدن، یه میگن جا نداری، یه میگن فلان اینور اونور، یعنی نمیدونم چجوری دیگه بگم، یعنی خیلی مشکلات واسه من هستش، نمیدونم چیکار کنم، یعنی دیگه نمیدونم به کجا. یعنی با زمانی که آقای روحانی قرار بود رئیس جمهور بشن، قولایی که داده بودن میگه ما خیلی خوشحال شده بودن، گفتم دیگه لااقل این بنده خدا لابد برای ماهای کاری میکنه برای معلولی. تا الان حداقل 20 تا نامه واسش فرستادم ولی یک دونه هم تعریف اثر ندادن، حداقل جواب نامه هم من نمیدن که مثلا دیگه حداقل نامه ها جواب میدن. نمیدونم دیگه به کدوم سازمان و ارگان دیگه مراجعه کنیم. ممنونم محمد از اینکه اومدی روی خط. امیدوارم که صدای محمد و کسانی نظیر محمد که نیاز به مساعدت دارن، نه کمک، نه ترحم، مساعدت از حقوق اولیه، از حقوق اولیه خودشون، بخشی از حقوق شهروندی در همه کشورها، در نزد همه دولت‌ها احقاق همین حقوقه. حل این معضلات وظیفه دولت‌هاست، نمیتونن صرف نظر کنن ازش. ما در ایران نیستیم. آماری که محمد میده اگر واقعیت داشته باشه که هیچ نیازی نیست که حتما بیاد و قلب واقعیت بکنه، میتونن مدیران سر جمع حساب بکنن ببینن که آیا میشه خانواده رو اداره کرد باهاش یا نه. و درخواست هم درخواست زیادی نیست، به من کار بدین. میثم از بریتانیا با اسکایپ روی خطیم، بفهمید.
سلام، وقت بخیر. وقت بخیر. واقعا این دوستمون این چیزی که گفتش واقعیت هستش و اینکه به خاطر مسئله کاری من خیلی به ایران میرم برمیگردم، متاسفانه این موزل هستش در ایران. ارتباط میثم با ما قطع شد. اگر که صدای منو میشنوی میتونید دوباره برگردین روی خط. کیوان از ایران با اسکایپ روی خطین. امیر اصراحی میکنم، امیر از ایران با اسکایپ. امیر صدای منو میشنوین؟ ارتباطمون برقرار نیست. آقای بصیری از تهران روی خطین، بفرمایید. آقای بصیری بفرمایید. بصیری از تهران بفرمایید. آقای بصیری جناب سفیری درود بر شما. بفرمایید. خسته نباشین. ممنونم. درود بر شما جناب سفیری. ممنون. بفرمایید. بفرمایید. خسته نباشین. وقتتون بخیر. من به نوبه خودم در وهله اول روز جهانی عصای سفید رو خدمت این عزیزان روشندل تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم علم پزشکی انقدر پیشرفت بکنه که تمام این عزیزان به هر نحوی که امکانش هست درمان بشن، چون واقعا توی این مملکتی که ما داریم زندگی میکنیم از حداقل امکانات به عینه داریم میبینیم که این عزیزان روشندل محروم هستن، یعنی از حداقل امکانات رفاهی، حتی تردد دیگه فکر نمی کنم بشه بهش بگی امکانات رفاهی، تردد دیگه حق هر جانداریه. متاسفانه توی مملکت ما که وظیفه شهرداری هاست به این امر مهم بپردازن، ما فقط میگیم باید مردم به همدیگه کمک کنن. چرا مردم؟ مگه دولت وظیفه دولت نیست؟ مگه مردم میتونن واسه یه آدم روشندل کار پیدا کنن؟ مگه میتونن براش پیاده رو درست کنن؟ مگه میتونن براش امکانات به هر حال حداقل اولیه رو درست کنن؟ ما فقط باید بگیم دولت باید این کارا رو بکنه. یکی هم یه پیامی جناب سفیری واسه این عزیزان روشندل دارم. فکر نکنن ما که بینا هستیم خیلی تو مملکت گل و بلبل دیکتی میکنیم و واقعا گل و بلبل میبینیم. به جز فقر و فساد و بدبختی و اعدام و عزم به حضور شما مصیبت و همین قصه همین عزیزان که ما میبینیم واقعا میخوریم. فکر نکنن که حالا ما خیلی چیزای خوبی میبینیم ما که بینا هستیم. آقای بصیری ممنونم که اومدین روی خط. آقای دربندی هم از تهران روی خطین، بفرمایید. شب شما بخیر. شب بخیر، بفرمایید. من خودم از تحت پوشش بهزیستی هم، پدرم هم نابینا بوده، تحت پوشش بهزیستی بوده. بعد از مرگ پدرم یکی از کارمندان بهزیستی با یکی از اقوام من تبانی کرده بودن و حقوق پدرم رو چندین سال با خودشون تقسیم میکردن. وقتی که توی یه ارگان انگلیس استفاده میکنن، توی کشوری اینجوری از نابینایان و از مددجویان سوء استفاده میکنن، خب مشخص میشه هیچ کاری نمیتونن براشون انجام بدن. من یه روزی رفته بودم به اینکی آی سرسیلی بد برخورد کردن، اینگاری مثلا دارن ترحم میکنن، دارن کارمند بهزیستی داره کار خودش انجام میده، بد برخورد میکنن با مددجویان. زمانی که مثلا من خودم میرم تو خیابون دستی یادم نابینا یا یه روشندل و مثلا دستشو میگیرم، دستشو قلاب میکنم تو دستم که متوجه باشه من همراهشم، همیارشم، کسی نیستم در از نظر ترحم بخوام ترحم کنم. اونا نیاز به ترحم ندارن، اونا نیاز به همیار دارن، همراه دارن. ما باید به جای اینکه ترحم کنیم باید همیاریشون کنیم. آقای دربندی ممنونم اومدین روی خط. ممنونم. میثم از بریتانیا، ارتباطتون با ما برقراره، میتونین بیاین روی خط. وقتتون بخیر جناب سفیری. بفرمایید. عرض می‌کردم خدمتتون ما کشوری هستیم که خوشبختانه منابع طبیعی بسیار زیادی داریم و اینکه از لحاظ پولی هیچ گونه مشکلی این مملکت اگر برای خودش خرج بشه نخواهد داشت. ولی متاسفانه ببینید این
فرهنگ سازی نیستش که ما بگیم مثلا تو طبیعت آشغال نریزی. این وظیفه 100% دولت و رژیم هستش که بیادش و به این عزیزان روشن دل رسیدگی بکنه، معلولین رسیدگی بکنه، اتوبوس براشون در نظر بگیره، سرویس های مخصوص، آموزش های لازم از لحاظ پزشکی و از هر لحاظ و حیثی که شما فکر میکنید باید امکانات در اختیار اینا بذاره. ولی متاسفانه مشاهده این هستیم که تو فلسطین میرن نمیدونم فلان میکنن، توی لبنان میرن بیمارستان میسازن و این پولی که حق مردم ایران هستش این عزیزان رو باید حمایت بکنن. حالا ما که خارج از ایرانیم که به دنبال کار خودمون هستیم و ترد شدیم به قول معروف، ولی این عزیزانی که هیچ راهی ندارن و باید دولت حمایت بکنه، بعد از 37 سال خوردن حق این عزیزان الان وقتشه که بیان این پولها رو پرداخت بکنن. ممنونم میسم، ممنونم که اومدین روی خط. بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین، در آخرین دقایق همراه ما باشید. فارسی اینستاگرام صدای آمریکا. اربیل مرکز کردستان عراق. ساعت 7 صبح. تا این لحظه دو نیروی پیشمرگ کشته شده. یه تونل اونجا کندن چند تا داعش. امیر از تهران با اسکایپ روی خطین، بفرمی. امیر از تهران با اسکایپ. سلام. سلام بر شما. سلام. روز جهانی از همه دوستان و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. امیر رو اسکایپ میکنم، صدات قطع و وصل میشه، اگر که در فرصت باقی مانده تونستی برگرد روی خط. احمد از کرج روی خطین، بفرمایید. احمد از کرج، بفرمایید. صدای من به شما میرسه؟ بله بفرمایید. شبتون بخیر. بفرمایید. روز شما شبتون. بفرمایید. عرض حضور شما، من نسبت به این مسائل محلولان که میفرمایید امشب برنامه‌تونه، دقیقاً این نظام جمهوری اسلامی دقیقاً به این بنده خدا توجه کرده. بله. به خاطر اینکه من تو گوهردش زندگی میکنم، تمام پیاده روها رو پلاش رو برداشتن به خاطر اینکه این معلولان بتونن با چرخاشون راحت رفت آمد کنن. با اینکه من توی جایی که هستم 4-5 تا پله میخوردم، من مجبور کردن منو پله هامو وردارم پیاده رو رو صاف بکنه شهرداری گوهردش که معلولان بتونن راحت رفت آمد کنن. من متاسفم از این دوستانی که میان روی خط شما میگن اینطوری کردن اونطوری کردن، والله اینا به این معلولان میرسن، کمکشون میکنن، خدمت میکنن به اینا، توجه میکنن به اینا. من نمیدونم چرا اینا میان میخوان با جمهوری اسلامی، من کاری ندارم بدن یا خوبن، ولی به این معلولان بیان یه چیزی بگین که این معلولان حداقل دلخوشی پیدا کنن، تو این پیاده راه راحت رفت آمد کنن. چرا بی خودی میایین همه رو زیر سوال میبرین؟ آقای احمد ممنونم اومدین روی خط. آقای جعفری از فارس روی خطین، بفرمایید. الو سلام. سلام بر شما. لطفاً صدای تلویزیونتون هم کم کنید. سلام. سلام آقای سفیری. سلام بر شما. تسلیم نباشید. آقای سفیری، من خودم معلول هستم، روشن‌دل دو تا هستین، دکترم هستش،
از حضورت کنم، ما طریقتش برای ما معلول هستیم، معدود نیستیم، میدونیم چون امکانات نداریم موندیم، یعنی همینجور هم اصلا توجه نمیشه، تو خیلی جامعه هم توجه به ما نمی کنم. آقای جعفری چه نهادی باید به وضعیت شما چه رسیدگی بکنه؟ والا نهادهای ما تحت پوشش هستیم، تحت پوشش بیزیستی هستیم، وضع 89 تا هم با ما میدم، مثلا خانواده 5 نفره هستیم، واقعا شرط خیلی سخت شده برامون، یعنی من چقدر به شما بسیده. آیا به شما کمک هزینه میدن، کار دادن، چه خدماتی بهسیستی به شما میده؟ نه بودی حدودا 89 تومن میدن به هر نفر خانواده یا فقط به شخص شما؟ نه کلن شما کار میکنی؟ نه من تو خونه افتیدم، یه دختری هم دارم 25 سالشون نابینا هست، خانم هم فقط کار میکنیم. چه انتظاری دارین از مسئولان؟ ولی ما کمک میکنن، من معدود نیستیم، ما معلول هستیم ولی معدود نیستیم، ما هم امکانات داشته باشیم میتونیم اشتغال زایی کنیم، میتونیم کار کنیم، امکانات بدن، وام بهمون بدن، میتونیم کار کنیم. ممنونم اومدین روی خط. تیموریان از آلمان روی خط هستیم، بفرمایید. با عرض سلام خدمت جناب عالی، من چون در ایران نیستم، مدت بسیار زیادی در کشور آلمان دارم زندگی میکنم، هیچ اطلاعی ندارم در این رابطه برای معلولین چه اقداماتی صورت گرفته. من فقط انتقادم از وزارت بهداشت و صاحب نظران در حوزه چشم پزشکی و یه همچین مسائلی هستش. یکی از عزیزان هموطن اشاره کرد که فرد روشندلی دارای 3 فرزند پی در پی نابینا شد. من نمیدونم آیا اصلا وزارت بهداشت اقدام کرده که تحقیقاتی در این زمینه به عمل بیاورد که چرا این مسئله اتفاق افتاده و این پدر پی در پی 3 فرزند حالا نابینا، روشندل، هر عنوانی که میخوایم بذاریم روش، آیا تحقیقاتی صورت گرفته که ما در 50 سال آینده، 100 سال آینده به طور کلی ژن و یا دی ان ای یه همچین افرادی مورد آزمایش قرار بگیره و ما بتوانیم به طور کلی در سطح دنیا این مسئله رو با تحقیقات خودمون بتوانیم از بین ببریم؟ مانند فرض بکن خیلی دانشمندان، فرض با انیشتن فرض یا آقای فرض بفرمایید که نیل آرمسترانگ که در کره ماه لندین کرد، یا مسائل دیگری که این روزا ما می‌بینیم در حوزه علم. آقای تیموریان سپاسگزارم، ممنونم که اومدین روی خط، فرصتم که من از شما عذرخواهی می‌کنم، امیدوارم در شب‌های آینده خدمتتون باشیم. سیروس از تهران روی خطین، بفرمایید. آقا سلام عرض می‌کنم، حال شما خوبه؟ ممنونم. شما نگاه کردم، چیزی که میخوام بگم اینه که مردم ایران بسیار مهربونن و شما هیچ وقت نمیبینید که کوچکترین اذیت و آزاری یه نفر به یه نابینا کرده باشه و همیشه کمک بودن. من نظرم اینه که این نابینایان مثل که شما فرمودید جمعیتشون 120 هزار نفره تو ایران، بله، بر مبنای برخی از آمار تایید نشده یا تایید شده، به هر صورت آمار متقنی وجود نداره. بله، اینها باید یه انجمنی داشته باشن که مثل محک، مثل چیزای دیگه، اگر خودشونو بتونن مطرح بکنن قطعا مردم کمک میکنن. مردم ایران واقعا اهل کمک هستن و این چیزیه. و هیچ وقت ایرونیا به هیچ نابینایی بی احترامی نکردن یا به معلولین بی احترامی نمیکنن، یعنی نهایت احترام ایرونیا برای کسایی که معلول هستن یا اینکه مثلا روشندل هستن دارن. من فقط همینو میخواستم بگم. ممنونم که اومدین روی خط سیروس. آقای صدری هم از تهران روی خطین، یک دقیقه فرصت داریم آقای صدری، بفرمایید. آقای صدری صدای تلویزیونتون رو لطفا کم کنید، بفرمایید. با سلام و خسته نباشید به تمام همکارانتون. آقای صدری بفرمایید، فرصتمون کم. برادرم نابیناس، روشندل توپاوه، از نظر صدا میرسه؟ بله بفرمایید.
از نظر دولتی اینا بگم که کمک میکنن یا نمیکنن، والا نه به اون صورت، ولی مردم از نظر کمک مردم، مردم پاوه باش تا میره بیرون سوار میکنن، راهنمایی میکنن، همکاری باش میکنن، دوستش دارن، احترام بهش میذارن. باید از مردم پاوه تشکر کرد. آقای صدری سپاسگزارم، خیلی عذرخواهی میکنم و متاسفم که دیر اومدین روی خط و فرصتمون هم به پایان رسیده، اما خبرهای پربیننده در شبکه‌های اجتماعی. بله حتما، هر سال در خرداد ماه یادتون میاد در سوم خرداد که خرمشهر در سال 1361 از اشغال نیروهای ارتش عراق آزاد شد، یک سرودی خوانده میشه که به محمد نبودی معروفه. خواننده اون سرود در واقع یا نما آهنگ آقای کویتی پور هستن. ایشون اخیرا در یک برنامه تحلیلی هنری اظهارات جالبی کردن که با واکنش شبکه‌های اجتماعی مواجه شده. اجازه بدید با هم ببینیم، بعد برمیگردیم به بخشی از دیدگاه‌های شما. چرا راحت ما از قدرت استفاده می‌کنیم؟ در به در می‌کنیم هنرمندمون رو. بهروز وثوقی ما چه گناهی در حق هنر اینجا کرده که باید بیاد پشت مرز ترکیه بیسته، پدر مریضشو که در حال احتضار رو ببینه و خداحافظی بکنه؟ این حرف خیلی بده. شما به یک ریش سفید، یک پیشکسوت هنر می‌گید، ما مشکل داریم. حق الناس این انسان هنرمند کجا میره؟ یا ما به حق الناس اعتقاد داریم یا شعاره؟ اونا با هنر جان دادنشون رفتن که هنرمندان ما اینجا با عزت زندگی بکنن. مگر منده بلد نبودم 37 سال پیش از این مملکت برم؟ الان برای خودم سوپر استار بین المللی بودم، یقین دارم. اینقدرم رفقا میگفتن آقا ول کن جون مادرت، پاشو بیا این ور آب. ما 37 سال انقلاب کردیم، 37 سال دیگه هم بذار روش، خیلی عقبیم از موسیقی جهان. بله، با این اظهار نظر برنامه این هفته روی خط به پایان رسید و طبق روال هر هفته ما روز دوشنبه برمیگردیم. شما فردا میتونید موضوعات روی خط رو به صورت هفتگی در فیسبوک برنامه چک بکنید. اگر نظری و دیدگاهی هم دارین برامون بذارین. یادی بود از آقای بهروز وثوقی، ایفاگر نقش‌های ماندگاری چون قیصر، چون سید در فیلم گوزن‌ها. تا دوشنبه شب بر همه شما خوش.